قیمت خونه تو ازمیر چنده؟ با چقدر میتونم اونجا یه خونه بخرم؟ این سوالیه که به جرأت میتونم بگم 80 درصد از کسانی که به من پیام میدن ازم میپرسن. تو این ویدیو میخوایم قیمت متوسط خرید و اجاره ملک در ازمیر رو با هم بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید. یادتون نره که ما رو از دکمه قرمز این پایین سابسکرایب کنید و زنگوله رو به صدا در بیارید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. دوستان خوبم سلام حالتون چطور امیدوارم حال همتون خوب باشه ازمیر مثل بقیه شهرهای دنیا محله های خوب بد و متوسط داره ولی اونطوری نیستش که بگیم یک محله فقط خوبه و یه محله صرفا بد هر محله جای خوب و بد داره بافت محله سبک کوچه های و حتی مردم کوچه به کوچه و خیابون به خیابون متفاوتن پس نمیتونیم بگیم که یک محله صرفا خوب و یک محله کلا بده شهر ازمیر به صورت یک نعل اسبه که در وسط این نل اسب دریا قرار داره اگه بخوام به صورت کلی بگم شما هرچه به دریا نزدیکتر باشید محله ها بهتره بافت منطقه محله بهتر و شیکتره و مسلما قیمت خونه ها هم بالاتره از نظر دسترسی اگه بخوام بگم شهر ازمیر از دسترسی خیلی خوبی برخورداره و سیستم حمل و نقل عمومی خیلی گسترده و کامله توش میشه به جرأت گفت جایی از شهر نیست که شما با دلموش یا اتوبوس بهش دسترسی نداشته باشید اما مسلما خونه ای که اجاره میکنید یا میخرید اگه به یکی از ایستگاه های ایزبان مترو یا تراموای نزدیک باشه یه مزیت به حساب میاد خونه توی ازمیر چند بالاخره میخوام به این سوالتون جواب بدم یه سایتی هست به نام zingat.com من آدرس سایت رو توی کپشن همین پست براتون میذارم بیاین با هم بریم ببینیم توی این سایت چه خبره توی این سایت میتونید متوسط قیمت آپارتمان چه برای خرید و چه برای اجاره رو توی محلهای مختلف ازمیر ببینید حتی متوسط سن بناهای منطقه رو هم بهتون میده همین سایت یه آمار کلی در مورد کل شهر ازمیر داره میگه متوسط سن خونه ها توی شهر ازمیر 19 ساله و فکر میکنم که درسته میدونین چون بافت شهر ازمیر خیلی قدیمیه نوشته که اگه بخواین یه خونه 100 متری 19 ساله رو توی شهر ازمیر بخرید باید بین 255 هزار تا 425 هزار لیر خرج کنید اگه بخواین همین خونه رو اجاره کنید اجارش بین 1139 لیر تا 1899 لیر خواهد بود حالا میگیم 1900 لیر این سایت همینطور میگه که توی یک ماه گذشته سه سال گذشته و پنج سال گذشته قیمت خونه چقدر رشد داشته که همینطور که میبینین به ترتیب دو، چهل و یک و 98 درصده خیلی هاتون ازم میپرسید که خرید خونه توی ازمیر یا به طور کلی توی ترکیه به صرفه هسته سوددهی داره خب اینم جواب سوال شما فقط حواستون باشه موقع خرید خونه خونه ای رو نخرید که مشتری اول آخرش خودتون باشید خونه ای رو بخرید که بتونید به راحتی بفروشیدش موقع خرید خونه خیلی دقت کنید خیلی هاتون هم ازم میپرسید که خرید خونه توی ازمیر بهتره یا استانبول توی کدوم گرون تره؟ توی کدوم به تره خب بیا جواب این سوالتون رو هم توی همین سایت بدیم دوباره میریم توی سایت و استانبول رو سرچ میکنیم میبینیم که متوسط سن خونه استانبول هم مثل ازمیر 19 ساله ولی متوسط قیمت خونه 100 متری 19 ساله 322 تا 537 هزار لیره پس استانبول از ازمیر گرونتره ولی اگر نگاه کنید رشد قیمت خونه استانبول توی 5 سال گذشته 45 درصد بوده پس به چه نتیجه می رسیم؟ توی این سایت تک تک محله ها و شهرهای ترکیه رو میتونید وارد کنید و اطلاعات خرید و اجاره ملک رو در بیارید. در مورد اینکه چه کارهای قبل یا بعد از خرید ملک یا اجاره ملک باید انجام بدین یه دونه یا دو تا ویدیوی مفصل براتون تدارک میبینم. یادتون نره که ما رو لایک کنید، سابسکرایب مون کنید و زنگوله رو به صدا در بیارید که از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. خدا نگهدار.